بیننده ها و شنونده های عزیز، سلام. به این مجموعه خبری خوش آمدید در نخست سرخط خبرها. بحران اوکراین، گفتگوی بایدن با شولتز و مقام های ارشد اروپا، تداوم مانورهای نظامی روسیه، کمک میلیاردی اتحاد اروپا به اوکراین، ادعای بلینکن بر اینکه حمله روسیه به اوکراین هر لحظه ممکن است و درخواست دوباره بایدن از شهروندان آمریکایی برای ترک اوکراین. مشروع اخبار: اتحادیه اروپا و روسیه هشدار داد که در صورت حمله به اوکراین بخش‌های مالی و انرژی این کشور را تحریم خواهد کرد. جو بایدن نیز در یک کنفرانس ویدیویی با صدر اعظم آلمان و سران اتحادیه اروپا درباره بحران اوکراین تبادل نظر کرد. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در ارتباط با بحران اوکراین با سران اتحادیه اروپا از جمله اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان و دیگر متحدان اروپایی رایزنی کرد. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که در کنفرانس ویدیویی بایدن از جمله امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، رؤسای جمهوری لهستان و رومانی و همچنین ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، نیز شرکت کردند. محور اصلی این گفتگوها استقرار نیروهای نظامی در روسیه در امتداد مرزهای اوکراین بوده است. هدف از این تبادل نظر نیز هماهنگ کردن دیپلماسی و بازدارندگی اعلام شده است. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، نیز روزی 11 فوریه در تماس تلفنی با تعدادی از سران کشورهای غربی درباره بحران اوکراین رایزنی کرده است. او گفت اتحادیه اروپا در صورت حمله روسیه به اوکراین حوزه های مالی و انرژی و صادرات محصولات و فناوری پیشرفته روسیه را تحریم خواهد کرد. او هشدار داد که در این صورت روسیه با اقدامات تنبیهی بسیار عظیم مواجه خواهد شد. منابع غربی میگویند روسیه بیش از 100 هزار سرباز و میزان قابل توجهی تجهیزات سنگین را به مرز اوکراین منتقل کرده است. دولت روسیه تاکنون اتهام حمله به اوکراین را رد و همواره تاکید کرده که از سوی ناتو احساس خطر میکند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، خواستار تضمین‌های امنیتی از جانب غرب از جمله پایان دادن به گسترش ناتو به سمت شرق است. تداوم مانورهای نظامی روسیه: روسیه از برگزاری مانورهای نظامی بیشتر در مرز با اوکراین خبر داده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که روز جمعه یک رزمایش تکتیکی با حضور 400 سرباز در منطقه روستوف برگزار شده است. در این رزمایش حدود 70 خودرو نظامی از جمله تانک و پهپاد نیز به کار برده شده اند. جو بایدن از شهروندان آمریکایی در اوکراین به تأکید خواست که این کشور را ترک کنند. او گفت که در این صورت حمله روسیه به اوکراین تخلیه شهروندان آمریکایی با کمک نیروهای نظامی ایالات متحده غیر قابل تصور است. بایدن پنجشنبه شب در گفتگو با شبکه NBC در مورد خطرات اقدام احتمالی آمریکا در تخلیه شهروندانش در اوکراین گفت: رویارویی و نبرد احتمالی نیروهای آمریکایی و روسیه عملا یک جنگ جهانی است. ما در آنجا با یک گروه تروریستی روبرو نیستیم، بلکه با بزرگترین ارتش جهان یعنی روسیه سر و کار خواهیم داشت. کمک میلیاردی اتحادیه اروپا به اوکراین: کشورهای اتحادیه اروپا بسته کمک مالی به میزان 1,200,000,000 یورو برای تضمین ثبات اقتصادی و مالی اوکراین را تصویب کرد. قرار است کمک های مالی در ظرف یک سال در دو قسط پرداخت شود. این بود مجموعه خبری این ساعت. تا خبر دیگر شما را به خدا می سپارم.